به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس چهارم مضمون ریاضی سنف هفتم امیدوار هستیم که درس های قبلی را خوب خوانده باشین در کتابتان تمرینات را اجرا کرده باشین تا ای که این درس را که میخوانیم بتاین باسانی یاد بگیرین شن. درس امروز ما و شما اتحاد ستها هست در درس قبلی تقاطع ستها را خواندیم وقتی ما اتحاد ستها را میخوانیم در قسمت اتحاد ستها یک رابطه با تقاطع ستها داره که شما از قبل روز قبل ما شما تقاطع خواندیم روز اتحاد ستها را میخوانیم یعنی وقتی تقاطع ستها را ما شما خواندیم و در اونجا عناصر مشترک را از ستها در نظر گرفتیم در اتحاد ستها باز ما و شما هرچی در ستها وجود داره یا هر عنصری که در ستها وجود داره میشه اینا رو ما و شما چی مشترک باشه چی هم مشترک نباشه اینا رو یک جای در نظر گرفته و اتحاد ستاره را بدست بیاریم یعنی درس امروز ما و شما با درس روز قبلی ما مشترکاتش یا بگیم از لازم مفهوم با هم ربط دارن که وقتی از لازم مفهوم ربط داره برای ما و شما پس درس امروز درس آسان خواد بود و ما امیدوار هستم که با تلاش های همیشگی عمیش... شما هر درسی را که ما و شما اینجا میگیم شما نهایت استفاده را کرده باشین و بیشتر یاد گرفته باشین ابتدا بر شما یک تصویر مثل که شما هم میتونید در سکرین ببینین شم آوردن و در این تصویر یک موضوع جالب را اشاره کرده که گفته البته یک تیم ورزشی است شما خودتان میبینین شم در اینجا در اینجا بر شما گفته که پنج نفر شاگرد سنف هفت عضو تیم والیبال و هفت نفر شاگرد سنف هفت عضو تیم فوتبال می باشد زمانی که شاگردان هر دو تیم فوتبال و, و... و والیبال غرض درس به سنف می روند جمعا در سنف چند نفر می باشند یعنی ما شما از اینجا یک برداشت می خواهیم داشته باشیم که چرا این سوال را گفته برداشت ما است که سوال را به منظور ازی از, از ما شما پرسان کرده که اگر یک زمان چند تا ست را یک جا بسازیم و یا به اصطلاح خودش بگیم اتحاد چند سطح را دریافت کنیم چطور میشه این ماسبه یا ای با اصطلاح عملیه را ما شما انجام بدیم پس درس امروز ما شما برمیگرده به یک جا کردن چند ست که او را به اصطلاح ما شما میگیم عملی اتحاد ست ها خب پس در موضوع امروز ما شما که دریافت اتحاد ست ها است بعدا میفهمی که اگر هر دو تیم یک جای شود در نتیجه همو به اصطلاح هر چی که در هر دو تیم هست کلشان در یک تیم داخل میاین و به می ترتیب اتحاد ها را شکل می خب پس در این صورت آل ما و شما میریم طرف مثال که چطور میشه اتحاد ست ها را روی مثال ها هم عملی بسازیم و یا بگیم کار بکنیم اگر ست های مساوی به یک دو سه و ست B یک دو سه چار پنج داده شده باشد اتحاد ست A با بی و ست بی با A را دریافت نموده و در شکل گفته نشان دهید خب ست ای را اول می که داشته باشیم که ست A ما شما مساوی است به یک دو سه به همین ترتیب ست بی ما و شما یک دو سه چار و بالاخره تا عدد پنج هست یعنی ست ای ما و شما یک دو سه سه تا انصار داره ست بی ما و شما چون تا عدد پنج را دوام داره بران پس دارای پنج انصار هست اگرچه تعداد انصار بر ما و شما خیلی زیاد مهم نیست چیزی که مهم است چی انصار در بین از اینا مشترک است و کدامشان به اصطلاح در هر دو ست مشترک نیست از ما و شما خواسته که اتحاد ست ای را با بی و اتحاد ست بی را با ای دریافت بکنیم در اینجا یک بحثی که در ابتدا باید متوجه شده باشین بحثی ای است که علامه اتحاد ببینین برخلاف علامه تقاطع است یعنی در اتحاد ما و شما یک یوی کلان انگلیسی یا پرکس را نوشته میکنیم ولی او ادامه ای که باز بعدا نمرای دیگه حروف به یک جای وصل میشه او را نداره یعنی فقط یک یوی کلان انگلیسی هست و جای از این اگر تغییر بکنه هیچ تفاوت را با وجود نمیاره چی بگیم ست ای با بی اتحاد بکنه و یا بگیم ست بی با ست ای اتحاد بکنه نتیجه هر دوشان این چیز است به مخاطر ما در ابتدا علامه را گذاشتم تا یک بر شما مشکل پیش نشود خب پس در این صورت ببینین در ست ای و در ست بی در هر دویشان اعداد یک دو سه در هر دو سه مشترک هست اگر تقاطع می بود ما فقط مشترکات را در نظر می گرفتیم ولی فعلا اتحاد هست ما از مشترکات یک یک دانش هم من حیث نمونه در نظر می گیریم یعنی دوبار بار نوشته نمی کنیم. یعنی تکرار نوشته نمی کنیم. یعنی هر عدد را با اصطلاح یا هر عنصر را که در هر دو ست باشه با اصطلاح کامل لست نمی کنیم وقتی که مشترک باشد یکیش من حیث نمونه میگیریم و اما دو انصار آخری که مشترک نیست چطور میشه اینا رو هم در نظر میگیریم در اتحاد ست ای هم شامل هست یا با اصطلاح بگیم میآید پس از یک دو و سه که در هر دو ست بود یک شب. یا بگیم من حیث نمونه از هر دوشان یک دانه در نظر میگیریم و چار و پنجی که تنها در ست بی هست ای هم باید در اتحاد ست ها در نظر گرفته شد پس اتحاد ست A با B و یا اتحاد ست B با A میشد یک دو سه چار پنج اگر از درس قبلی یک موضوع رو شما در نظر بگیرید، امیر میفهمیم که مساوی با ست B هم هست یعنی اتحاد در دو ست مساوی با ست B هم شده میتونه که گفتیم فقط یک نامگذاری هست و در بعض مواقع باز میشه بر استفاده هم از این مطلب یا از این موضوع صورت بگیره مثلا بگه ست B چی رقم یک حالت را میتونه یا کدام عملیه را میتونه در بین ست ای و بی داشته باشد که در او صورت میشه اتحاد هر دو ست هم مساوی به مو ست بی شده میتونه البته این بر ما شما گفته بود که توسط شکل هم نشان بتین حالا اگر ما شما توسط شکل بخوایم نشان بتین در اینجا در شکلی که ما شما در اسکرین داریم میتونین به این شکل ببینین که اگر ست ای ما و شما را در نظر بگیرین همین یک دو و سه بودن میبینین داخل دایره کوچک ست ای یا اناسور ست ای است که یک دو سه است بعدا در اناسور ست بی ما و شما چار پنج را هم داشتیم وقتی اتحاد در دوش را پیدا کنیم یعنی یک دو سه در هر دو ست شامل هست و هم در اتحاد ست شامل هست و چار و پنج هم بازم شامل میشه پس به این ترتیب ما و شما نتیجه اتحاد هر دو ست را باز هم میتونیم مسایب هم ست بی داشته باشیم که البته او اصل بحث درس ما شما نیسته اصل بحث ای درس ما شما ای است که وقتی اتحاد هر دو ست را دریافت میکنیم نتیجه اناسوری که در هر دو ست وجود داشته باشه حالا چی تکرار باشه چی مشترک باشه یا نباشد ما رو باید یک بار لیست بکنیم که در اینجا هم آورده شد خب حال مثال دوم را ما شما میخوایم داشته باشیم که در مثال دوم بر ما شما گفتم اگر ست های A مساوی به یک سه پنج و B مساوی به دو چار شش داده شده باشند در این صورت اتحاد ست A و B را دریافت بکنیم یک سه پنج دو چار شش ببینید ست A مساوی به A مساوی با ست یک سه پنج و B مساوی به ست دو چار و شش به ترتیب اینا به اصطلاح ست هایی هستند که می دریافت بکنیم که اتحاد از اینا چطور میشه خب پس در این حالت ما و شما ست ای را اتحادش را دریافت بکنیم با ست بی و یا گفته می ست بی را اگر اتحادش را دریافت بکنیم با ست ای هر دویشان عین مفهوم را ایراه میکنم حتمی نیست که ما و شما باز به با و کنارش یک مساوات بتیم شمی دو تا با هم دیگر مساوی هستن یعنی فرق نمیکنه که ما شما ادامه بتیم و یا یک از نار رو در نظر بگیریم مثلا به این شکل میشه ست ای اتحاد بکنه با بی خب در اینجا ببینین هیچ انصار مشترک بین ای و بی وجود ندارد اگر میخواستیم تقاطویش رو دریافت بکنیم که در در سه روز قبل یاد ما هست وقت تقاطویش رو دریافت کردیم ست خالی است آمد که با فی دادیم ولی در اتحاد گپ اگر مشترک باشد هم یک بار باید نشته شد اگر مشترک نباشد هم یک بار باید نشته شد یعنی اصلا مشترک بودن و مشترک نبودن برای دریافت اتحاد ست ها خیلی زیاد اهمیت ندارد پس ما و شما در اینجا که لیست از دریافت بکنیم ببینیم میشه درست از یک لست لیست بکنیم یک دو سه چار پنج شش به ترتیب یک دو سه چار پنج و یام شد شش پس ما و شما اتحاد ست A و بی را دریافت کردیم که از عدد یک تا به عدد شش را حاصل کردیم یعنی در اتحاد ست ها چی در هر دو ست مشترک باشد چی نباشد فرقی نمیکنه. ولی اگر مشترک بود باز توجه داشته باشیم که تکرار نوشته نبکنیم. یک بار که نوشته کنین درست است پس به این ترتیب ما و شما مثال دوم خود را کار کردیم که دریافت اتحاد ست ها بود در مثال سه و ما شما بحثی که داریم سه تا ست را داریم و از این سه تا ست می خواهیم که خاصیت اتحادی عملی اتحاد ست ها را تجربه بکنیم و نتیجهش را بدست بیاریم خب در این مثال ست ای ما شما مساوی با عدد یک است ست بی مساوی با عناصری که دارد یک و دو هست و در ست سی عناصری که داره یک دو سه است در ذهن خود میگیریم اتحاد ست A با بی و بعد نتیجه شد با ست سی دریافت میکنیم و بعدا نتیجه اتحاد ست ای را با سته که قبلا اتحاد بی و سی دریافت شده ما سبش میکنیم یا بگیم با استراد دریافت میکنیم که این خاصیت را به نام خاصیت اتحادی عملی اتحاد ست ها یاد میکنن یعنی خود خاصیت هم اتحادی نام دارد خب ست A که ما شما داشتیم مساوی به عدد یک بود بله مساوی به عدد یک حتی نیاز به یک کامه هم نیست ست بی ما شما مساوی به عدد یک و دو هست و به همی شکل ست سی که ما شما داریم مساوی به عدد یک دو و سه هست که به این ترتیب این سه تا ست را ما شما در اینجا لست کردیم که آل من میخوایم در این قسمت اتحاد ست ها را دریافت بکنم ابتدا از ما و شما خواسته که اتحاد ست ای را با بی دریافت کنین و نتیجهش شا, شا با سی دریافت کنین. یعنی اول ست ای با بی اتحادش دریافت شد باز نتیجهش با ست سی اتحادش دریافت شد و به همین ترتیبی از ما و شما خواسته که رقمی اتحاد ست ای را طوری که ست بی و سی از قبل اتحاد با اصطلاح هاش دریافت شده باشد ایره بعدا نباش محاسبه بود خب آل به خاطر که ما شما هر دو حالت را بتانیم دریافت بکنیم و بعد اینا باید مساوی هم بدست به خاطر که یک خاصیت از ها هست که اگر مساوی بدست نیا پس به این که خاصیت مشکل داره یا خاصیت اشتباه هست در حالی که خاصیت درست هست پس ما شما باید این را عبدوش تجربه بکنیم تا که بر ما شما خاصیت قبولانده شد و دیگر در موردش مشکل نداشته باشیم خب پس به این ترتیب حال در ابتدا میاییم اتحاد ست ای با بی را دریافت میکنیم این نوشته میکنم که اگر ست ای اتحاد بکنه با بی مساوی به چی میشه ببینین در ست ای ما و شما انصار یک را داریم در ست بی یک و دو را داریم خب وقتی یک و دو را داریم گفتیم یک را نیاز نیست تکرار نوشته کنیم و دویی که در ست ای نیسته او را باید در نظر بگیریم این دو تا بر شما مهم هست پس نوشتن میکنم نتیجه شد یک و دو اتحاد ست ای با بی مساوی با یک و دو میشه. در اینجا گفته وقت اتحاد ست ای را با بی دریافت کردی نتیجه را اتحاد شمرای ست سی دریافت بکن پس همی کار را میکنیم ای با بی اتحادش دریافت شده آل نتیجه اتحادش دریافت میکنیم با ست سی و ست سی که ما و شما داریم یک دو هم شامل هست بر علاوه عدد سه هم شامل هست پس عداد ما و شما شروع میشه از یک دو و بالاخره سه هم در بر میگیره پس نتیجه اتحاد از اینا میشه یک دو و سه و این ترتیب ما و شما ای را دریافت کردیم خب پس ما و شما اتحاد ست با بی دریافت کردیم نتیجه شم اتحادش را با ست سی دریافت کردیم که مساوی یک دو سه حالا می خواهیم که این حالت دوم را تجربه بکنیم ابتدای اتحاد ست بی را با سی دریافت بکنیم بعد نتیجه را با ست ای دریافت بکنیم که این کار آیا امو قیمت ها را برای ما شما می یا او قیمت ها را نمی خوب خب پس ما شما چی کار میکنیم اول ست بی را با سی اتحادش را دریافت میکنیم ست بی که ما شما در اینجا داریم یک دو است و ست سی ما شما هم یک دو سه هست پس ست بی با سی وقتی اتحادش دریافت شود میشه یک دو سه یعنی در ست بی ما و شما یک دو را داشتیم در ست سی یک دو سه داشتیم پس در شامل میشه یک دو سه به ترتیب آله اگر ما و شما نتیجه از اتحادش با ست ای دریافت بکنیم یعنی ای اتحاد کنه با ست بی طوری که قبلا اتحاد کرده بی و سی بین خودشان و سط ای ما و شما عدد یک فقط این پس قیمت را یا با بگیم یک در ای وجود داشت و یک دو سه در اتحاد بی و سی هست بنان پس همون یک دو سه میشه یعنی یک را نیاز نیست تکرار نشته کنیم پس چیزی نو نیست که در اینجا اضافه شد در خود اتحاد بی و سی وجود داشته بنان پس میشه یک دو سه به این ترتیب ما شما را دریافت کردیم این دو تا قیمت باید با هم دیگه مساوی باشد یعنی از قبل اینا را ما شما در خاصیت اتحادی ستها داشتیم که مساوی بود و در اینجا هم قیمت‌هاش را دریافت کردیم که با هم مساوی هستند پس خاصیت اتحادی اتحاد ها قابل تطبیق است و جوابی که بدست نیاید از اردوش در مثالی که ما شما کار کردیم و در سایر مثال های کار شود با هم یکسان بدست نیاد <تصفح> <تصفح> به این ترتیب شما این را دریافت کردیم و دیدیم که خاصیت اتحادی ها چگونه باید بدست بیاد یک تمرین داریم در این تمرین از ما شما یک سلسله موضوعات را خواستن که چطور میشه شما او را داشته باشین ببینید در این تمرینی که ما شما داریم گفتم با در نظر داشت شکل مقابل ست های A B و C که البته سه تا ست هست, هست. ست A ست B و ست C در این حالت گفته اول اتحاد ست A با B را و نتیجه اتحادش با C دریافت بکنین یا در اینجا گفته اول اتحاد A با B را دریافت بکنین بعد اتحاد ای با سی را دریافت بکنیم بعد اتحاد بی با سی را دریافت بکنیم و بعد نتیجه به صورت کلی دریافت بکنیم که چطور میشه خب در اینجا ببینید ست ای ما شما یک، چار، پنج سه و یازده است ست بی ما شما دو، چار، پنج شش و هفت است ست سی ما شما پنج، هفت، ده و یازده است اگر اینا را دانه دانه با هم اتحاد بتیم و عناصر مشترکشان یک بار نوشته میشه کدام گپ نداره گپ خیلی خاص نیست به یعنی ما شما اگر سطح ای را با ست بی اتحاد بتیم پس امی عناصری که در بالا نوشته هست کلی از اینا شامل هست یعنی یک دو سه چار پنج شش هفت و یازده از اتحاد با بی بدست و اگر ای را با سی اتحاد بتیم در این صورت بجوز از دو و شش کلی عناصر در اتحاد ست ای و بی و اگر با اصطلاح اتحاد ارسیشون را دریافت بکنیم پس کلی عناصر شامل میشه ولی اگر تقاطع از نار دریافت بکنیم نظر به درس قبلی که ما شما روز قبلی خواندیم با ضرور را چی میشه تقاطع هر سه را دریافت بکنیم فقط عنصر مشترک بین هر سه ست که عبارت از عدد 5 باشد میتونه بدست ولی در اتحاد کلی اعداد تا به مو 11 کلیس شده کلشان نظر به هر سه ست دریافت میشه که به این ترتیب ما و شما امروز اتحاد ستها را خواندیم امیدوار هستیم که در قسمت اتحاد ستها شما موضوعات که برتان در این درس گنجانده شده بود مورد توجهتان قرار گرفته باشه و در ضمن این موضوعات را شما خوب یاد گرفته باشین اتحاد و تقاطو برعکس یک دیگر هستن یعنی در اتحاد ما و شما ما تمام ستاره هر چی که از کلش لیست میکنیم فقط توجه میکنیم که تکرار نوشته نکنیم ولی در تقاطع ستها همون تکرار را کار داریم که در ستهای خورد یا در ستهای اولی کلشان من حیث مشترک وجود داشته باشه تا اینکه مشترکات را ما شما در نظر گرفته و جدا بکنیم و میشه تقاطع ستها ولی در اتحاد فقط مشترکات را باید تکرار نوشته نکنیم که به او ترتیب بد نه پس به این ترتیب ما شما در این دو درس آخر خود تقاطع ست و اتحاد ست ها را با هم کار کردیم امیدوار که انشاءالله هر دو موضوع رو خوب یاد گرفته باشین تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی سنف هفتم همه شما را به خداوند بزرگ و بینیاز مسپارم شاد و موفق باشین